وقتی که کابینه سرهمبندی شده روحانی چند روز پیش برخلاف همیشه خیلی سهل و ساده از صد مجلس ارتجاع گذشت و مجلس به همه وزرای پیشنهادی بجز یک نفر رأی داد، ما گفتیم که این حاصل یک ساخت و پاخت و رشوه‌دهی بوده و به معنی کاهش تضاد و جنگ و دعوا بین دو طرف نیستش. صحت این حرف امروز در اولین روز باز شدن مجلس بعد از تعطیلات یک هفته ایش به اثبات رسید. ماجرای امروز این بودش که چند پیش علی مطهری یک سخنرانی قرار بود در مشهد داشته باشه، اما دادستانی مشهد به دستور آخوند علم الهدا و به بهانه احتمال وقوع جرم مانع انجام این سخنرانی شد. بعد کار شکایت و شکایت کشی به اینجا رسید که قرار شد به دستور رئیس مجلس یعنی لاریجانی کمیته امداد یک گزارش در این رابطه در مجلس تهیه بکنه. حالا این قضیه چه ربطی به کمیته امداد داره ما هم مثل شما اینو نمیدونیم، اما قرار بر اینه که در این رژیم همه چیز و همه چیز ربط داشته باشه و در این حال هم هیچ چیز به هیچ چیز ربطی نداشته باشه. به هر حال موقع قرائت این گزارش سر اینکه به کسانی اجازه صحبت دادن و به کسان دیگه اجازه صحبت ندادن دعوا شد. حالا شما بخشی از این دعوا رو اول از زبان کواکبیان نماینده باند روحانی در دفاع از علی مطهری بشنوید. متاسفانه گزارش اگر فایده نداشت اصلا رئیس مجلس چرا دستور داده تهیه شده؟ اگر تهیه شده باید نمایندگان بالاخره اظهار نظر بکنن. بودجه ای صرف شده، گزارش تهیه شده، اما اینجا فقط خونده شد. جالبه در این گزارش نه وزارت کشور مقصره که تبرئه میشه، نه استاندار مقصره که تبرئه میشه. دادستان هم این هیئت میگه در صلاحیت ما نیست. من تعجبم کجا پس قرار مجلس سر رأس امور باشه. شما رفتید گزارش تهیه کردید، میگید که آقای دادستان احتمالاً گویا شاید، ولی ما در صلاحیتمون نیست که ایشون مقصره. من میخوام بگم آقای مطهری عزیز، احتمالاً خود شما مقصرید که رفتید سخنرانی کردید، یا دعوت شده دعوت کنندگان مقصرن. ما از این گزارش واقعا چی فهمیدیم؟ من یه نکته رو عرض بکنم، تو انتخابات مجلس تهران مسجد جامع بلوار ابوذر اومدن گاز اشکاور رها کردن، بعدا وزارت کشور گفت که احتمالا از طرف خود کاندیدا بود. من گاز اشکاور هم کجا بود؟ بله، حالا بعد از کواکبیان آخوند ذوالنور نماینده باند خامنه‌ای در مجلس صحبت کرد و کواکبیان و مطهری رو به تبانی با هم متهم کرد. قسمتی از حرفای آخوند ذوالنور رو هم بشنویم. با توجه به اینکه ایشون میخواد راجع به گزارشی که ارائه شده و موضوعش حضرت عالی هستید، صلاح نیست خارج از نوبت شما بفرمایید ایشون صحبت کنن، چون شائبه یک تبانی به نفع شما میشه. این خوب نیست، کما اینکه نسبت به اصل گزارش هم این شائبه هست. آقای کریمی قدوسی، آقای نقوی حسینی و خیلی از همکاران عزیز ما به استانهای مختلف میرن، دانشگاه مختلف، سیستم دولتی سخنرانی اونها رو به هم میزنه. ولی چجوری میشه؟ مگه میشه یکی نماینده باشه یکی نماینده تر باشه که اگر سخنرانی حضرت عالی به هم بخوره؟ چون برادر خانم رئیس محترم مجلسید باید گروه کار ویژه تشکیل بشه، موضوع رو بررسی کنه، ولی نمایندگان دیگر اگر به کرات در سرسر کشور سیستم دولتی سخنرانیشون رو تعطیل میکنه، نه صداشون به جایی میرسه، نه نسبت فامیلی با رئیس محترم مجلس دارن که گروه کار ویژه تشکیل بشه و بیاد اینو مطرح کنه. بله، بعد از حرفای ذوالنور و حرفای متقابل علی مطهری کار جدال و مناقشه بالا گرفت و بعدش هم پخش مستقیم مجلس قطع شد. ولی دور جدید جنگ و دعوا در رژیم تازه شروع شده. یکی از دعواهایی که در رژیم تمومی نداره و دور جدید اون تازه شروع شده جنگ برجامه و علتش هم اینه که بعد از سفر نیکی هیلی به وین و ملاقاتش با مدیر کل آژانس پیش بینی میشه که آژانس سر خیلی از محرمانه ها رو
که سیاست مماشات اوباما تحمیل کرد باز بکنه و این فاجعه‌ای برای رژیم خواهد بود. چشم انداز این فاجعه رژیم رو دچار تلاطم و دلاشوبه کرده و به خاطر همین دوباره به جون همدیگه افتادن. گزیده ای از خبرهای مربوط به این جریان. دست و پا زدن هر دو باند در باتلاق برجام. فروجردی عضو مجلس ارتجاع شش شهریور: آغازگر نقض برجام نخواهیم بود. سیاست آنها این است که در جهت اجرای برجام خلل ایجاد کنند و اظهارات اخیر نماینده آمریکا در سازمان ملل در ارتباط با مسائل مراکز نظامی و شبهه آفرینی در این عرصه نشان دهنده همین است. عراقچی پنج شهریور: آمریکا عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خدشه‌دار کرده است. نیکی هیلی در دیدار اخیرش با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن درخواست از آمانو برای بازرسی از مراکز نظامی ایران گفته بود ایران برخی مراکز اعلام نشده دارد که هنوز بازرسی نشده و این مشکل ساز است و ما هشدار دادیم به آقای آمانو که باید ایشون مراقبت بکنند. قاسمی سخنگوی وزارت خارجه رژیم پنج شهریور: اروپایی‌ها بیش از گذشته و با جدیت بیشتر باید در مقابل زیاده‌خواهی دولت آمریکا بایستند، زیرا اگر در این توافق چند جانبه بین المللی نتوانند در مقابل این زیاده‌خواهی‌ها ایستادگی کنند، شاید فردا برای آنان هم دیر باشد و آنان هم باید بهای بیشتری پرداخت کنند. کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی پنج شهریور: دشمنان تلاش‌های خود را انجام می‌دهند که با طرح موضوعاتی از قبیل تروریسم، حقوق بشر، مسائل منطقه و دسترسی به سایت‌های نظامی و غیره به ایران هراسی دامن بزنند. اگر در داخل کشور صداهایی به حرکت ایران هراسی کمک کند، به نظرم اگر نگوییم خیانت، قطعاً در جهت خدمت هم نیست. پاسدار فیروزآبادی پنج شهریور: خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل مأمور فتنه جدید است و دروغ می‌گوید. برجام اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی‌دهد. در جمهوری اسلامی ایران جز با اجازه فرماندهی کل قوا هیچ مقامی نه خارجی نه داخلی و نه حتی مقامات نیروهای مسلح غیر مرتبط حق بازدید از مراکز نظامی ایران را ندارند. مهدی محمدی از مهره‌های باند خامنه‌ای پنج شهریور: آمریکا می‌خواهد خود با احیا و توسعه تحریم‌ها از برجام خارج شود، ولی ایران همچنان به تعهدات خود در برجام پایبند بماند و بلکه تعهدات بیشتری هم بپذیرد. راز سفر هیلی به وین هم همین است. بهترین حالت برای آمریکا این است که برجام باشد، ولی به جای آن که مانع تحریم شود، مانع پاسخ ایران به تحریم شود. در این قسمت از برنامه نوبت رو میدیم به مسعود پیرنیا تا تصویری از روزنامه‌های حکومتی امروز رو خدمتتون ارائه بکنه. مسعود سلام میکنم به تو، خواهش میکنم بفرمایید. امید سلام به تو و سلام به بینندگان عزیز. در عنوان‌های روزنامه‌های حکومتی روز دوشنبه 6 شهریور، دغدغه‌ها و بحران‌های نظام از بن‌بست سرکوب تا سانسور در فضای سایبری تا بن‌بست برجام و بحران‌های اجتماعی منعکس شدند. آفتابی است. وزیر کشور: امنیت با چوب و چماق تامین نمی‌شود. آفتابی است. وزیر ارتباطات خبر داد: بررسی 8000 کانال تلگرامی جهت مسدود شدند. ابرار: روحانی: زمان سعی و خطا نیست، باید با اراده مستحکم‌تر اقدامات اساسی را انجام دهیم. اطلاعات: صالحی: آمریکایی‌ها به دنبال خدشه‌دار کردن برجام هستند. اعتماد: جامعه مدرسین: تذکرات به دولت نتیجه مطلوب نداشت. رسالت: محمدرضا باهنر: محور مطالبات مردم اقتصادی است، دولت نباید به حاشیه برود. مهمترین عنوان‌ها و مطالب روزنامه‌های باند ولی فقیه ارتجاع حمله به دولت روحانی در عرصه‌های مختلف. رسالت: مجتهد شبستری: نمی‌توان به دولت چک سفید داد. رسالت: حبیبی: دولت جدید دیگر بهانه برجام و عملکرد دولت قبل را برای حل مشکلات ندارد. عصر ایرانیان: سعید جلیلی تاکید کرد بی‌توجهی به عدالت مهمترین نقص برنامه‌های دولت 12. کیهان: مشکلات مالی صندوق‌های بازنشستگی به خاطر تداوم رکود است. کیهان: انتظار مردم از دولت 12 حذف فاصله آمارها با زندگی مردم. وطن امروز: واکنش عراقچی رئیس کمیته پیگیری برجام به سخنان نیکی هیلی درباره بازرسی از مراکز نظامی ایران پس از دیدار با آمانو: واقعا عجیبه. روزنامه‌ای که دیرتر منتشر شدند خبر صدور حکم شهردار تهران رو دادن و روزنامه‌های دیگه آثار جنگی که از دو روز قبل شروع شده بود رو در تیترهاشون حفظ کردند.
رسالت نوشته با رأی شورای شهر مصطفی سلیمی سرپرست شهرداری تهران شده. کائنات هم یه کاریکاتور کشیده که تو اون رئیس شورای شهر گفته حکم، نماینده وزارت کشور گفته بی حکم، جمع میشه حکم بی حکم. آرمان، سرانجام حکم نجفی صادر شد. جوان، بازی‌های سیاسی اصلاح طلبان هنوز شهر، شهرداری و شورا را کامل در دست نگرفته شروع شده است. هنوز جوهر صدور کارت‌های شورایی ها خشک نشده، دم خروس بدوبستان‌های پشت پرده بیرون زده و اوضاع شهر طبق روال پیش نمی‌رود. روزنامه‌های حکومتی به گوشه‌هایی از فساد و چپاول از یک سو و به جون آمدن مردم محروم از سوی دیگر اعتراف کردند و به نظام هشدار دادند. جوان، تهدیدات آقازادگی در کمین اعتماد مردمی. اعتراضات خفیف و موردی پاسخگوی مقابله با زیاده‌خواهی آقازاده‌ها نیست. آیا قانون می‌تواند مقابل آقازاده‌ها بایستد؟ ضعف‌های قانونی مقابله با سوء استفاده از موقعیت هم وجود دارد. حتی وقتی ثابت شود فلان مسئول برای فرزندش پارتی بازی کرده، از رانتی بهره برده و غیره، باز هم اراده برخورد قضایی با او نیست. برای همین است که به رغم ازدیاد سوء استفاده آقازاده‌ها از موقعیت پدر و مادر خود، هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نمی‌شود. بزرگترین خطر آقازادگی ایجاد ناامیدی در مردم و از بین بردن اعتماد آنان است. اما ببینیم شرق چی نوشته. تهدید 300 کارگر به فروش کلیه. بنری در مسجد کارخانه مس چهار گنبد سیرجان خودنمایی می‌کند. بنری بزرگی که سردر مجتمع مس چهار گنبد نصب شده و روی آن جمله حاوی آگهی فروش کلیه به چشم می‌خورد. به دلیل فقر مالی، تعدادی از کارکنان مجتمع مس چهار گنبد کلیه خود را به فروش می‌رسانند. بله، در نظام سرکوبگر و فاسدی که اونها آقازاده هاش هستند و آخونداش و اونجور چپاول میکنند، سرنوشت مردم محروم و زحمت کش ما اینطوری. خب امید، رسیدیم به پایان گزارش خبری امروز خودم. خیلی متشکرم از گزارش که دادی و ازت خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. تا به حال در جنگ و جدال باندها فاشگویی های رسوا کننده زیادی رو از هر باند علیه باند دیگه شنیدیم، ولی اخیراً شاهد یک پدیده جدید هستیم و اون فاشگویی مهره‌ها و رسانه‌های باندی علیه باند خودشون هست. مثلا دیروز روزنامه آرمان از طیف باند روحانی و اصلاح طلب‌ها مقاله‌ای داشت که عنوانش این بود: اصلاح طلبی در وضعیت خوبی نیست، و بعد نوشته بود که وضعیت سیاسی ایران پس از معرفی کابینه 12 و مخصوصاً بعد از داستان رأی اعتماد در مجلس با اعوجاجات و در همریختگی عجیبی مواجه شده است. روزنامه شرق، یکی دیگه از روزنامه‌های همین طیف به اصلاح طلبان نوشته که اساساً جریان اصلاح طلبی در ایران جریانی معیوب و وابسته است و در مجموع اگر عمل کردی هم داشته باشد، داراستای تحکیم وضع موجود بوده و دغدغه‌ای برای مطالبات عمیق اجتماعی مردم از جمله عدالت و آزادی‌های اساسی ندارد. آنها اگر دوباره موقعیتی به دست آورده و به مناصب رسمی بازگردند، تمام تلاششان در درجه اول پر کردن جیب‌های خود و سپس اقوامشان است. در طیف به اصطلاح اصولگرایان هم بنا به اعتراف‌های خودشون، اوضاع اگر بدتر از جناح رقیب نباشه بهتر هم نیست. آخوند مهدی طباطبایی عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز میگه که اصولگرایان دچار افول شدند و جامعه روحانیت دیگر جایگاه قبل را ندارد و میگه که اصولگرایان پخته، زحمت کشیده و فهمیده به کنار رفتند و اصولگرایانی که با منصب و مقام اصولگرا شدند کار را به دست گرفتند. آنها تریبون داشتند اما فهم سیاسی نداشتند، لذا به جای قدم برداشتن شعار می‌دادند و مانع به کارگیری برنامه‌های پخته بلند مدت می‌شدند. همین آخوند طباطبایی در انتهای مصاحبه‌اش با ابراز نگرانی از وضع سیاسی کشور میگه که از وضع سیاسی کشور نگرانم، و بعد برای تفهیم حرف خودش با ایما اشاره به حرف خمینی استناد می‌کنه که گفته بود به داد اسلام برسید. دوستان عزیز بیننده، با سپاس از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید و با این امید که برنامه امروزمون
مورد توجهتون قرار گرفته باشه با همه شما خداحافظی میکنیم. موفق و پیروز باشید.